بچه ها. I search for marijuana, amphetamine. No here? Can I find here joy? Marijuana. بجه گفت دخل مال marijuana اینا. بچه اینجا اصلا جا پارک پیدا نکردم، بعد ماشینم همینجوری مثل گاو گذاشتم وسط چراغ راهنمایی، یعنی الان اگه پلیس بیاد جرم میده اینجا چراغ راهنماست، بعد ماشین من دقیقاً همینجاست که اجازه نگیره تا یک ثانیه هم نگه دارید. به به بچه‌ها دلتون نخواد سونه به این میگن ها. تمام املت ایران خودمون رو داره و واسه من عاشق این غذا شدم. به 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 بچه‌ها میگن صبح خودتون رو همیشه با ممه شروع کنید. نمیدونم اسم این چیه، هنوز اسمش یاد نگرفتم. صبحتون رو همیشه با اینا شروع کنید. علی دلیا میدونن منظورم چیه. صبحی که با من با ممه شروع میشه خیلی صبح خوبیه بچه‌ها. و الان تقریبا الان تقریبا ساعت 8:09 صبح، هوا هم تازه روشن شده و قراره که امروز با هم بریم لهستان، قراره که بریم پایتخت لهستان، چون که من یه بار رفتم براتون لهستان بازار سیاه و بهتون قول دادم که اگه اون ویدیو 2000 تا لایک بگیره براتون میرم لهستان پایتخت شهر وارشو، براتون اونجا تو بازار سیاهش ولاگ میگیرم. و اون ویدیو 2000 تا لایک رو گرفت، امروز قراره که بریم اونجا و یه روز خیلی طولانی پشت سر داریم. از مهمترین تجهیزات سفر فقط دمپایشه، یعنی ما ایرانی باید همیشه دمپای همراهمون باشه. خب ما الان توی ناوی آدرس وارد کنیم، ما قراره که بریم وارشو پایتخت لهستانه. بله متاسفانه سه بار باید شارژ کنیم ماشینو، یه بار باید اینجا 55 دقیقه شارژ کنم، یه بار باید 1 ساعت شارژ کنم، یه بارم باید 35 دقیقه شارژ کنم، تقریبا 2 ساعت و نیم من باید ماشینمو شارژ کنم. خب بچه ماشین برقی بدیش همینه متاسفانه، ولی خوبش همینه که ما به محیط زیست آسیب نمیزنیم. به به هر سری ماشینو بخوام شارژ کنم خیلی خیلی ارزون باهام میفته، تقریبا هر سری 30 40 یورو باهام ارزون تر میفته. الان اگه حرکت کنیم ما تقریبا ساعت 4 و 40 دقیقه میرسیم به وارشو و اون موقع هم یکم هوا تاریک میشه. فکر کنم سرجام 600 700 کیلومتر رو باید بریم. پس بدون معطلی شروع میکنیم ولایمون رو. Let's go. بچه من یادم رفت بگم، ولی من دیشب خیلی خستم بود واسه همین ماشین رو شارژ نکردم. حالا اگه ماشین رو شارژ میکردم نباید اینجا معطل میشدم، میتونستم راحت برم و سرجم فکر کنم یه ساعت و ربع شارژ میکردم ماشینو. ولی خب بچه ها نگاه کنید، آدم تنبل همیشه فکر میکنه زرنگه ولی زرنگ نیست. نگاه کنید بچه، من با 0% ساعت 12 میرسم شهر بوزنان. اینم توی لهستانه، بذار میتونه نقشه قشنگ ببینیمش. نگاه کنید بچه ها، اینجا مرز آلمان رو رد میکنم میرم لهستان و اینجا با 0% میرسم. یعنی باید شانس بیارم که ماشین توی اتوبان جایی نمونه. البته بچه ها این درصدی میگم که تسلا میگه تقریبا میشه گفت 5-6% بیشتر حساب میکنه. با فکر همه جا رو بکنیم، واسه همین مطمئن نیستم که برسیم، امیدوارم که برسیم. پس حتما با ما همراه باشید. بچه یه چیزی کشف کردم و گفتم که با شما در میون بذارم. معمولا وقتی که آتوپایلوت تسلا روشنه اینجا رو مثلا آبی نشون میده، تقریبا هر 10 ثانیه بار باید فرمون رو تکون بدی که تسلا بدونه که اوکی تو هنوز زنده ای. نگاه کن اینجا نوشته که دست بزنو فرمون و این بالا هم چیز آبی میاد، بیر بعد فرمون رو تکون بدی. ولی یه راه حل خیلی خوب برای این موضوع پیدا کردم. اینجا یک دونه میاو میاو که استفاده نمی‌کنیم و برمی‌داریم می‌ذاریم روی فرمون. تسلا فکر میکنه که ما الان دستمون روی فرمونه، دیگه این اروره نمیاد بچه‌ها. الان دیگه اصلا نیازی نیست دست به فرمون بزنم، ماشین خودش اتوماتیک رانندگی میکنه، ترمز میکنه، گاز میده میره و منم راحت میشینم برای خودم کامنت های شما رو میخونم. البته بچه‌ها من در کل باید حواسم رو جلو باشه، چون بعضی وقتا هم اتوپایلوت اشتباه میکنه. ولی خواستم اینو بهتون بگم بچه‌ها، اگر الان ایلون ماسک این ویدیو رو ببینه دیگه به ایرانی تسلا نمیفروشه، چون که معمولا باید 7800 یورو پول بدی بسته کامل اتوپایلوت رو بخری اون وقتی که این ارور فرمونه نمیاد. من با یه بوتی میام باتر ریدم تو این فناوری تسلا. یعنی واقعا ما ایرانی ها سلطان اینجور چیزای ما، فقط یه ایرانیه که میتونه با آفتاب خیلیون درست کنه. اتوباناشون مثل توی ایران عوارضی میگیرن توی لهستان دنز ویزو. الان اولین عوارضیمو باید بدم. اتوبانشون خوب بود، آدمشون میگم 140 تومن یه سره رفتم تقریبا 200 کیلومتر. علی بچا عوارضی توی اتوبان آخه توی اروپا برو عوضی. برو میخوام عوارضیمو بدم. الان 14% شارژ داریم و با 9% شارژ تقریبا میرسیم اینجا. بهتون گفتم تسلا معمولا اونجا بهم نشون داده بود که با 0% میرسم، در حالی که من کل اتوبانو با سرعت 120 و 140 تا رفتم، با این وجود با 9% میرسم. واسه همین میگم بعضی وقتا مثلا میگه 0% چون منفی 1-2% ولی اینا اشتباهه، همیشه یکم بیشتر حساب میکنم. هلو از نات فری فور تسلا الکترو. بچه‌ها 43 تا از این پول خودشون شد، نمیدونم چت میشه. اومدم مخشو بزنم گفتم با ماشین من برقی پول نگیرید ازم. 43 تا همین پول لهستانی ازم گرفت، خودم اونیم که از شما باید پول بگیره. وای بچه‌ها پشمام ریخ، نزدیک به 9 یورو و 50 سنت عوارضی ازم گرفتم، یعنی به پول ایران میشه 300 هزار تومان. دولت لهستان حرومت باشه. من چی؟
ما الان توی شهر پوزنیم. پوزن یعنی الان نزدیکای وارشاییم. خب تقریبا میشه گفت 200 کیلومتر از آلمان دوریم. ما همین الان که وارد این شهر شدیم اصلا یه هوا هوای دیگه داره، اصلا شبیه آلمان نیست. خیابون و بلوار و تابلو و خونه‌هاشون همشون فرق داره. اگه تو آلمان زندگی کرده باشید میدونید که اصلا اینجا شبیه آلمان نیست. چه صدایی داره میگه؟ صدای چی بود این؟ چه سمی بود؟ فکر کنم ماشین آمبولانسشونه صداش اینجوریه. مصب بچه‌ها این افتاد رو ماشینم. عجب جایی اومدیم توی لهستان. الان باید ماشین رو شارژ کنم، تقریبا فکر کنم نیم ساعت طول میکشه. فرصت خیلی خوبی هم بود چون الان میتونم برم دستشویی یه کافی بگیرم به استراحت کنم. خیلی‌ها میگن که مثلا ماشین برقی خوب نیست چون که دوست نداریم توی اتوبان مثلا وایسی نیم ساعت منتظر بمونیم ماشینمون شارژ بشه و از این داستانا. ولی مثلا من الان 200 تقریبا 70 80 کیلومتر رو یه سره پشت فرمون اومدم تا اینجا. تو این لحظه که الان داره ماشین شارژ میشه میرم برای خودم دستشویی من. حتی اگه یه ماشین بنزینی هم سوار می‌شدم به هر حال بعد از 300 کیلومتر استراحت می‌کردم. بچه‌ها واقعا دم لهستان گرم. مثلا من الان وارد یه هتل خیلی شیک شدم، اومدم توی رستوران ولی هیچ کس ماسک نمی‌زنه. یعنی قشنگ از همینشون خیلی خوشم میاد. منم اولش ماسک زده بودم، دیدم همه دارن چپ چپ نگاه می‌کنن. تنها بعدش این بود که خدا کن روزی شما نشه، ولی رفتم دستشویی را به روتون مشغول تجارت گنده بودم. این لامپاشون سنسور داره، یعنی که وارد که میشی روشن میشه، بعد چند دقیقه خاموش میشه. بعد همون لحظه که من تموم شد کارم چراغ خاموش شد دیگه. خدایا من هیچ جا رو نمیدیدم. یعنی فکر کنم بغل دستشویی یکم انجام دادم. بچه‌ها فکر کنم اینجا دیدم سلف سرویس، مطمئن نیستم چون هیچ کی هم نیست. البته میگم بچه‌ها ما توی هتل خیلی با کلاسیم. نمیدونم جریان چیه. کلکسیون الکلا رو ببینید. وای اگه اینا مال من بود بچه‌ها، همین 40 یورو قیمتشه. هلو آی نید کاپوچینو. دیگه کاپوچینو هم سفارش دادیم تا این موقع. هم دیگه فکر کنم ماشین شارژش پر شده. دیگه بریم سمت باشو. With card, I have just euro, you know. دستگاه کارتشو بگو خراب شد، آنتن نداره لاماستا. دختره گرفتتش آنتن بگیره. No working? I can pay with the cash, you know. کارتخونتون هم خرابه، خاک تو سرتون. هتل به این گرونی یه کارتخون درست حسابی بذارید. خب بچه‌ها شما کارتمونو بذاریم روش. تقریبا 3 یورو شد. چون که میگم خیلی جای با کلاسه، 3 یورو واسه لهستان خیلی گرونه. ولی چون که جای با کلاسه فکر کنم واسه من. Very good. Thank you very much. ایش میاد که خوشمزه باش. You know who is the Schwarzmarkt here in Warsaw? I saw okay, black market. Bazaar. Yes. But not here in Warsaw. Warsaw. Warsaw, yeah. In Warsaw, yeah, I know where. Can you tell me maybe? Because I need to go there. You can maybe show me here or Google Map. The center of the Warsaw, yeah? Yes, but the market, the market. Black market. So like a Gucci and something like that, you know. بچه ازش پرسیدم اینا مارکتشون کجاست؟ ما باید بریم اونجا توی وارشو. Did you find premium shop something like that? You know who is the something like that? We say in Germany black market. پرسیدم این بازارش کجاست، مثل که اینا همه پیدا نمی‌کنن. چه یه آدرس بهم داد ولی اون بازار سیاه نبود. یعنی منظور منم فکر کنم اشتباه فهمیده بودن و فکر کنم اینجا بازار سیاه نداره توی این شهر، چون یه آدرس بهم داده بیشتر شبیه دکه مکاست. بازار نیست، مجتمعیه که آدم میره نرمال خرید میکنه. ولی ما باید بریم بازار سیاه، چون بهتون قول داده بودم که بازار سیاه بریم. واسه همین باید سعی کنیم بریم سمت وارشو و سعی کنیم که اونجا یه دور بازار سیاه پیدا کنیم. من توی اینترنت هم گشتم، چیزی نتونستم پیدا کنم که آیا توی وارشو بازار سیاه هست یا نه. ماشینم که الان تا 80% شارژ گرفته. یعنی من اگه با این 80% بخوام الان حرکت کنم تا ایستگاه بعدی که شهر لوسمیرت هست با 0% اونجا میرسم. الان شد 1%. اونجا بعد نیم ساعت چارژ کنم و بعد با 21% میرسیم وارشو. بازم میگم بچه‌ها اینجا زده بود که 50% بعد اینجا شارژ کنم، ولی اشتباه بود. من دوباره اینجا تقریبا 25 دقیقه شارژ کردم ماشینو. الان از 10% رسیده به 80% و همین الانم دیگه حرکت میکنیم. جایی هم که من اومدم خیلی جای با کلاسی. نگاه کنید الان یه دونه بنتلی جلوم، اینجا چه میدونم یه دونه مرسدس گی ال سی، یه دونه بی ام وی ایکس 5 فول آپشن ام. به 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 بچه آدم بنتلی میبینه اصلا حظ میکنه داخلشو ببینیم. وای چقدر شیک لامصب، انگار عروسکه. کرم و قهوه‌ایه، خیلی خفنه بچه‌ها. صاحبش هم فکر کنم همینجا داره منو میبینه، ولی خب ایراد نداره، ولی ماشینش واقعا خفنه. حلالش باشه، حلالش باشه. از جلو هم ببینی بشه بچه‌ها خیلی دیزاینش باحاله. دیزاینش به نظر خودم اسپورت نیستا، ولی یه جورایی مثلا سوار این ماشین بشی همه فکر میکنن وای تو پولداری و فلان و بهمان، و حد میزنم که سوارش هم خیلی خوب باشه. خب بچه‌ها ماشینم به اندازه کافی شارژ شد، پس برو که بریم. Let's go. یا اولفز من نزنم به این بنتلیه که دیگه باید تسلا رو بفروشم پول بنتلی رو بدم. بچه دو تا تسلا بفروشم پول اینو بدم. لامصب بچه
دوباره رسیدیم به این عوارضی های آشغال. ولی چه امفور خفنی جلومونه، وای اگزوزا رو ببینید بچه ها، امفور من خیلی دوست دارم. بازم رسیدیم به این عوارضی ها، نمیدونم چه از جون ما میخوان. وای ولمون کن، عوارض این اتوبان هم دادیم و یس، اتوبان الان مال خودمونه. پولشو دادم اتوبان خودم الان. بچه بیا پایین. وای بچه ها ندیدید چی شد؟ وای کامیون اسکور توی خط خودش نبود، اومده بود سکم سمت چپ، بعد من اتوپایلت ماشینم روشن بود داشتم از این پلیس فیلم میگرفتم، یه اتوپایلت زد رو ترمز، یه ترمز خیلی بدی زد. من اومدم که به اون کامیون نزنم، این ماشین پشت سرم بهم نزنه، من سری فرمون رو دادم سمت چپ و خدا رو شکر سمت چپم ماشین نبود. برای راننده کامیونای لهستان هم مشهورن به اینکه خیلی بد رانندگی میکنن. بچه اینجا مثل اینکه سابوی هم داره ایول. پس بریم سابوی غذای چیزی بزنیم چون منم گشنم شده، کم کم دارم خسته میشم از رانندگی. حالا تقریبا ساعت 2:30 به بچه‌ها میگیم. زیاد جالب نیست، همین الان معلومه صحبهشون هم خیلی کوچیک، هم فکر نکنم زیاد جالب باشه. ولی من عاشق مسافرتم، این عاشق اینم پشت فرمون باشم. رکوردم هم یه سری 14 ساعت بود، 14 ساعت رانندگی کردم از برلین مستقیم رفتم اوکراین، یعنی صبح زود حرکت کردم آخر شب رسیدم. کن یو جرمنی انگلیش چیکن تریاکی میودووا، نونشون میودووا زیرو نمیشه، نون بزرگ برشتم چون اسمالشون نون رو نس میکنن تریاکی، ولی یکی از خوشمزه ترین ساندویچ هاست توی سابوی. ایت اوت اونیون رایت عجب ساندویچی شو خیلی. How much? 71. What's your name? Boshka. Boshka, okay, that's for you, yeah? Thank okay, so choose to YouTube, yeah? چا چا. بچه ها ساندویچونم مجبوریم تورا بخوریم چون که میترسم یکم گیر برسم. الان میخوام وایسم و ساندویچ بخورم، یکم وقتم تلف میشه. تو پایلت روشن میکنم و تو ایران میخوریم. بله! بچه ها ساندویچش نسبت به آلمان خیلی خوبه، ولی توی آلمان بهتره. خوبه که آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه. توی آلمان بهتره طعمش، این نمیدونم یه جوریه، همین که سرده با اینکه من همین الان خریدم طعمش خوبه، بد نیست. سابویای آلمان خیلی طعمشون بهتره، ولی اینم کار راه اندازی دیگه، آدمو سیر میکنه. هیچ ساندویچی ساندویچ ایران نمیشه. بهترین ساندویچای دنیا رو فقط توی ایران میخورید. اگه توی ایران هستید قدر ساندویچ ایرانو بدونید. ساعت الان 4:45 دقیقه است و فکر کنم تقریبا ساعت 8:30 به 3 بود که راه افتادم. تازه رسیدیم به پایتخت لهستان، شهر زیبای وارشاو. دو تا مشکل داریم. مشکل اول اینه که الان هوا تاریک شده. مشکل دوم اینه که من بازار سیاه خوب پیدا نکردم و از هر کی هم پرسیدم نتونست آدرس خوب بهم بده، یا متوجه نمیشن یا اینکه نمیشناسن. واقعا بچه من هیچ برنامه‌ای ندارم. ما تو وارد وارشاو شدیم، نگاه کنید بچه‌ها ترافیک، یعنی گیر افتادیم توی ترافیک، یعنی فقط رد شدم. اون چه صدایی داشت، وای بچه‌ها مستانگ، وای وای صدا رو شنیدید بچه‌ها؟ وای حلالش باشه. الان تقریبا ساعت 5 خورده‌ایه. واقعا در من سرویس شد، هم ترافیک بود، همین که نگاه کنید اینجا پارک ممنوعه، من مجبور شدم ماشین رو اینجوری بذارم، نصفش توی جدوله نصفش تو خیابونه، در حالی که اصلا اینجا کاملا ممنوعه نباید پارک کنم. باور کنید بعد شد نزدیک به 40 دقیقه گشتم دنبال جا پارک توی این منطقه که اصلا یه دونه هم گیرم نمیاد. این وضعیت کثیفه، این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. همه جای زمین پر برف، ببینم اون قبلا اینجا برف اومده. هوا زیاد گرم نیست، تقریبا 2 درجه است تو بلی. در کل بچه‌ها خیلی شهر قشنگیه. خلاصه که بچه‌ها من امروز یه خریات خیلی بزرگ کردم. الان بهتون میگم خریاتم چی بود. من هتل گرفته بودم برای فردا شب. برنامه این بود که من فردا صبح، یعنی جمعه صبح حرکت کنم بیام سمت وارشاو، شبم تو هتل بمونم. ولی من امروز صبح از خواب که بلند شدم یه قسمت از بدنم پاشیده بود، دیگه نمیتونست بخوابه و دیگه اون گیر داد گویی بریم وارشاو، چون حوصله‌ام هم خیلی سر رفته بود. خلاصه که امروز صبح من همینجوری یهویی رفتم ممه و منو زدم و اون چیز مممم رو زدم و منم سمت وارشاو. الان زنگ اون هتله که زدم بهم گفتش که برای امشب اتاق ندارن، امشب رو نمیدونم کجا بخوابم، به احتمال زیاد مجبورم توی ماشین بخوابم. از فردا شب میرم توی هتل. الان میریم یه جای کافی خوشمزه میخوریم با هم، یکم تو شهر میشرخیم و یه جا پیدا میکنم که شب بتونم اونجا بخوابم و فراسو بلند میشیم میریم دنبال بازار سیاهای توی لهستان، توی وارشاو. یه کافی خیلی خفن پیدا کردم بچه‌ها، ببین پشت سرم فکر کنم خیلی شیک و لوکسچریه. اینم از کافچینو. Thank you too.
تو این قسمته که یکم با کلاسه قسمته کتاب میتوه که بگم علکی، یعنی من خیلی درس خونم از این داستان. همین الان ماشینمو گم کردم، نمیدونم کجا پارک کردم، بعد همینجوری پیاده روی کردم، گفتم از این خیابون در میام میرم تو اون یکی خیابون و اینا، بعد همینجوری شد که گم شدم. ماشینم باید ته اون خیابونه باشه فکر کنم، یه 2 کیلومتر راه رفتم دارم یخ میزنم. بچه ها بالاخره یه جا پیدا کردم که میتونم راحت بخوابم تو ماشین. دوشکم هم انداختم الان، خیلی هم خستم، یعنی راحت تا صبح میخوام. یه جای خیلی خوبم پیدا کردیم که لب خیابونه. ببینید بچه ها، چون که توی لهستان دزدی زیاد میشه، یه جای سودوکورگی میرفتم خیلی میترسیدم، مخصوصا اینکه میبینن پلاک آلمانه میگن غریبه است، امکانش زیاده که بیان پنجره رو چون بشکنن خلاصه خفتت کنن دیگه. فیلم هم ببینم، بعد از اینکه فیلمامو دیدم خیلی ریلکس میخوابم. فردا هم دیگه رو میبینیم، فردا کلی پلن خفن داریم. امروز همش من تو راه بودم. لتس گو. شبتون بخیر. بچه ها صبحتون بخیر. صبحت بخیر جون دل. الان ساعت 11:30 تا الان خوابیدم، فکر کنم تقریبا 11-12 ساعت خوابیدم. واقعا خیلی خوب خوابیدم، یا خیلی خستم بود یا اینکه اینجا خیلی ساکت بود، خیلی خوب بود این منطقه که ما توش هستیم، ولی خیلی خوب خوابیدم بچه ها. بعد تنها بعدش این بود که دوبار بعد میرفتم دستشویی و متاسفانه دیگه هر سری بعد بالا میشدم دمپای پا میکردم میرفتم دستشویی. در کل اوکی بود، الان خیلی سر حالم، خیلی حالم خوبه. الان قراره که بریم سمت اون بازاره، اون بازاره هم همین بغله بچه ها. من دیشبم پیداش کردم ولی متاسفانه تعطیل بود موقعی که من رسیدم. همین بغله، بعد با ماشین بریم اونجا، از اونجا بعد بپرسیم ببینیم که آیا بازار سیاه واقعی توی وارشو هست یا نه، چون که بهتون قول داده بودم بعد روی حرفم وایسم. این حاجی هم اونجا میخواد بشاشه یا کوی بچا، ولی تو مرا دید اصلا دیگه منصرف شد. نگاه کنید، حتی دستکاشم در آورد رفت زیر این درخت بشاشه، تا دوربین تو دست من دید منصرف شد، یه جوری نگاه کرد بعد منصرف شد. ماشه اینجا راحت می‌شدم، این پشتمون فرودگاه است، از اینجا هم فکر کنم قشنگ معلومه. هلیکوپتر گذاشتن واسه دکور و خیلی خفنه، همینجوری تو خیابون گذاشتنش. من فکر کردم این کار میکنه، فکر کردم حالا آتش نشانی چیزیه توش، هم حتی خالی کردن، هیچی توش نیست. آره آها، فقط بدنشه. پس اینجا هم زنگ زده. وای به 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 به، عجب صبح زیبایی. دیشب من یه خوابی دیدم، اصلا واقعا خیلی خواب خوبی بود و فکر کنم واسه همین بود خوب خوابیدم. دیشب خواب دیدم من سوپرمنم، خواب دیدم این شخصیتی که دشمن منه یه آدمیه که میتونه وارد آب بشه، یعنی میتونه هر جا که آب باشه میتونه وارد اون آب بشه و فرمش رو عوض کنه. منم سوپرمنم، خب مسئول شهرم، باید شهر رو نجات بدم و این داستانا. منم میگفتم وای دهنم سرویس این حاجی، یعنی مت آبم اگه بخورم میتونه بره تو معده منو داغون کنه. خلاصه که من تو آشپزخونه خونه خودم بودم تو برلین، یه ریوان آب ریختم، بعد این شخصیت اومد جلوم ظاهر شد، اصلا کل خونه رو آب گرفت و این داستانا، منم دهنم سرویس شده بود. یه خواب دیگه هم دیدم، خواب دیدم دوالیپا رو از نزدیک دیدم، اومده بود خونه، داشتیم با هم عکس می‌گرفتیم و قرار بود که من تلویزیونمو بشنشون بدم. کل اینترنت گشتم بچا، بعد توی وارشو غیر از اینجا مارکتای دیگه رو پیدا نکردم. اومدیم یه مارکته که خودم فکر نمی‌کنم که حالا چیزای دزدی و اینا توش باشه، میشه گفت اینجا تنها مارکتی بود که من پیدا کردم. اون بازار سیاهی که ما با علی رفتیم، من اینو تو اینترنت خیلی خوندم، اونا فقط لبه مرز است که مثلا طرف بیاد جنس اونجا بخره پاشاخی ببره آلمان. تو اون مارکتی که با علی رفتیم آمپی ویتامین هست اگه اسمشو درست بگم، کوکائین گیرت میاد دیگه، چه میدونم ماریجوانا گیرت میاد، کلی از این چیزا هست، اصلا هم گیرت میاد. نه بچه اینا همه چیشون فعلا که اینجوریه. هلو یوتیوب یا سی هلو دور علی کار میفرام برو باشید. اوکی اوکی باشید باشید لایو میدی. آقا اینجاش خیلی قشنگه، من از بیرون دیدم یه جوری بود، خب این داخلو نمیشد دید. بعد فکر میکردم که اینجا مثلا مغازه و پاوزه کم است، ولی نه اینجا مثل اینکه خیلی مشتیه. به به آقا چقدرم بزرگه اینجا. ایش های مای فرند هاو سامثینگ نایس فور یو. یس آی هاف جینز. دو هاف جینز؟ واتس ایز جینز؟ ماریجوانا؟ نو 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 یا آی هاف نایس جینز تی‌شرتس. کن یو اسپیک جرمنی میبی؟ No, no. Where are you coming from? I'm from Nigeria. Nigeria, it's yeah. Nice, yeah. I have some Nigeria friend. And you, where are you from? I'm from Germany. So you come for holidays or what, tourists? Yes, for holiday, yeah. So what are you doing? This is for me. It's not important. Remembership, remembership. Do you have Gucci or something like this? It's not Prada? It's like Gucci, but it's not Prada. No, I think it's like Prada. Can I find here joint? Marijuana? So thank you. Yes. بابا بچه‌ها اومدم بپیچونمش، بعد یه سوال ازش پرسیدم که دیگه اصلا بهم گیر نده، میگه برو بچه‌ها اصلا توی منطقه ماریجوانا گیرم میاد. بعد گفت نه، اگه نمیگفتم میگه بیا ببین سرورا بهت بدم، بیا اینو بهت بدم، بیا اونو بهت بدم، ولی دیگه این سوال رو پرسیدم. گفت اینو بلش، این دنبال مواد. اینجا هم رسیدیم به قسمت چاقو و اینجور چیزاشون. دست فروشی اینجوری تو آلمان اصلا نیست و غیر قانونیه که بخوای چیزای اینجوری بفروشی، ولی اینجا مثل اینکه عادیه براشون. نمیدونم چرا ولی از این مغازه ها رو همیشه دوست دارم، یعنی میری از این اسابازی بچگی ها رو میبینی، مثلا یه حال هوای خوبی داره. از بچگی عاشق اینجور مغازه ها بودم، هنوزم که هنوزه عوض نشدم و همچنان دوست دارم طرازی های اینجوری رو. الان بعد داریم بپرسیم که بین مواد گیرمون میاد، مثل دقیقا لبه مرز. بچه لبه مرز ما اونجا فیلمشو نگرفتیم، ولی اونجا مواد برای فروش بود. اگه دوست داشته باشید دوباره میریم لبه مرز، یه دونه بازار سیاه، و اونجا براتون فیلم میگیریم. از اوکی
I search for marijuana, amphivitamin. No here? But you know, in Warsaw, which... No, I'm just new. Okay. So, thank you. رجوع بهش گفتم دنبال ماریوانا اینا. طرف قبلش اومد یه مشت داد به من گفت سلام روزت بخیر، بگو تو مغازه بهت جین بفروشم. بهش گفتم مثلا دنبال مواد مخدرم، مثلا فرار کرد در. یعنی اونایی که شما رو میکشونن توی مغازه و میخوان بنازن بهتون، همینجوری باید باهاشون برخورد کنید. ولی بچا توی بازار سیای اونجایی که با علی رفته بودیم، ما فکر میکردیم که اگه بیایم توی وارشو، بیایم توی مرکز لهستان، خیلی بازار سیاش گنده تره، خیلی ارزون تره، خیلی خفن تره و چه میدونم کلی چیز میز داره. ولی متاسفانه اشتباه فکر میکردیم. Hello, what is this? For game, for money, yeah? No. Okay. اشغال میکنن، شستن دارن برای خودشون بازی میکنن. حتی شورت هم دیدم بچه، من شورت نیاز دارم. کلوین کلاین، مارکش کلوین کلاینه ولی اسمش رو تغییر دادن اصلا. فکر کنم کلوین کلاین اگه درست بگم، حتی مارکش هم تغییر دادن به لهستانی نوشتن. بازارش اوکی بود، یعنی میشد مثلا اونجا خرید کرد، ولی میگم جنساشون خیلی بده. منم بعد دارم یه غذای چیزی بخورم، بعدش برم سمت هتل یه دوش بگیرم و یکم راحت شم. چی نوشته؟ میگه برو زیر زمین چهارم. ولی چشم، آها آها پیداش کردم. یس yes. یعنی خیلی خوبه، مثلا تو این لحظه که میری تو هتل استراحت میکنی ماشین داره شارژ میشه دیگه. یس yes. ماشین هم داره شارژ میشه و ما هم بریم ببینیم که هتلمون چجوریه. اینجا باید استخر هم داشته باشه. لیتس گو. بچه همیشه آب لیمو بخورید، برای سلامتی خوبه، مخصوصا وقتایی که مفته. اون موقع خیلی برای سلامتی خوبه. کلید اتاق هم گرفتیم. یعنی کلید چی؟ کارت. اینا هتلشون خیلی با کلاسه و آسانسورشون هم کارتیه. ببینید مثلا اتاق من طبقه 6ه، کسی دیگه اونجا نمیتونه بیاد، یعنی سکیوریتیش خیلی بالاست. بعد کارت بزنم. خب ما کارتمون رو میزنیم و میریم طبقه 6ه. بی‌نوزم خدای کلاس اینجا. من بعد 100 تا استوری بگیرم. اگه اینستای منو فالو نکردید حتما فالو کنید. اینستا من میران ام کی، دقیقاً مثل یوتیوبم. تا میران ام کی سرچ کنید میام بالا دیگه. آقا هتلشون خیلی خوبه. شبیه توی فیلماست هتلشون. اینا رو میشه درآورد. اینا رو هم حواسم باشه روز آخر ببریم همرامون آلمان، اینا بعد گرون باشه. خب بچا اینم از اتاقمون. منم تا الان داخلشو ندیدم. خیلی کنجکاوم ببینم چه جوریه. بهش گفتم که ویو خوب بده، چون که من یوتیوبرم و اینا. دیگه اومدم کلا سرش بذارم. امیدوارم اتاق با ویو خوب داده باشه. ببین ماسک من در بیارم، ماسک نمیخوام. اینجا کارتو بزنیم و در باز شد. به 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 به، این کمد لباسیشه، خیلی خفنه. ایول دمشون گرم. به 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 به، توالت و حمومشه، خیلی خوبه. متاسفانه وان حموم نداره. اوکیه، به جاش استخر داریم. به به، یه تخت دو نفره خوشگل که شب بتونیم راحت بخوابیم. یه دستگاه چیز داریم برای کافی. متاسفانه از این کپسولا نداره. آها کپسولاش هم اینجاست. ایول اینم که منم. خب منم یه تلویزیون خفن داریم که به احتمال زیاد اینا همرام ببرم ببینیم. آها با دو تا پیچ گیره. اوکی بریم ببینیم که ویوش چجوریه. به 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 به، عجب ویوی داره. ویوش از همه چیش بهتره، خیلی خفنه، واقعا خفنه. هتلش خیلی خفنه، ویوش هم خیلی خفنه. صبحونه هم باید بخورم، صبحونه هم هیچی نخورم. و بعد اصلی میریم سمت استخر ببینیم که اونجا چه خبره. بچه الان اومدیم طبقه 1 و اینجا باید استخر و سوناش هم باشه. از همه اینجا بار و اینجور چیزا معلومه. میرید اونجا آب شنگولی میدن بهتون، از این چیزا بهتون میدن، خیلی خفنه. بریم ببینیم که استخرش چجوریه و اینکه از این شارژر تسلا داشتن عالی بود. جو اتاق ملاقات و اینجور چیزاشون، استخرشون کجاست؟ پس گفتن طبقه 1. -1. انگلیسی آدم بد باشه همین اتفاقا میفته. انگلیسی خیلی زبان مهمه. شما اگه انگلیسیتون ضعیف حتما یاد بگیرید. -1. آها آره اینجاست. فیتنس، سونا و استخر. خب بچه اینم از استخرشونه. حالا این دختر خانم اونجا لم دادن، ولی جای باحالیه. به به، اینم از پولی که من خیلی منتظرش بودم. اونجا جای باحالیه، جای خیلی خفنیه. پس من برم لباسامو عوض کنم، صبحونم بخورم و بعد بیام اینجا. Thank you very much. What's your name? اینا. اوکی very nice. And the fitness center. I don't know. You for all classes and today we have. That's until how much? From 16 to 10 km. اینجا باشگاه داریم. طبقه بالا، پایینم بعد میسن که وزنه میشه زد. تجهیزاتشون واقعا خفنه. من باشگاه رزرو کرده بودم اینجا، اصلا یادم رفته بود. عجب چیزی، یعنی یه جورایی باشگاه شخصی حساب میشه، چون هیچکی نیست. الان که دارم فکرام میکنم فکر کنم دو روز اینجا بمونم بچه‌ها. من برای یه شب رزرو کردم، ولی اینقدر خوبه احتمال زیاد دو روز بمونه. تو ثانک یو وری ماچ. یا سی یو لیتر. آها
بچه ها جاتون خالی یه جا پیدا کردم عالی، یعنی یه حالت استودیو ماننده. بعد از اونجا که مردم های مختلف میان غذای کشور خودشون رو به اشتراک میذارن. من الان یه دونه غذای هندی گرفتم که جاتون خالی زدم به رگ، خیلی خوب بود. اینجا میبینید اینجا مثلا صابون فروشیه ولی متاسفانه گلنار ندارن. من پرسیدم ازشون، مثلا اینکه گلنار ندارن، مثلا چیزای فرانسوی دارن، اینجا چیزای ایتالیایی دارن و بعد جای همتون خالی. پس عرشو خیلی شهر جالبیه و تا الان خیلی خوش آمدازیم. بیا یه فیلمی با هم بسازیم میام اینو من یکی جا با هم بسازیم میام